درستش میکنم، نگران نباش. شما بچه ها رو برده برو کارتو داشت جوزه گرفتی؟ بله گرفتی. من هم ایزاری هم سکت برستاد. کی به دستش میرسه؟ هم دو هفته دیگه طبیعتا به دستش میرسه. وای دو هفته خیلی دیر نیست؟ تو این فاصله میتونم بزنمت بچه رو واسه بگیرم. سعی میکنم رأی عدم کفایت هم واسه بگیرم دیگه هم نباشه. زنگ زدم یکی از همکاران بیاد تا نیم ساعت یه ساعت دیگه کارتون رو انجام بده. مگه عکس جلو حرمه که یکی دیگه بیاد بندازه؟ نگران نباشید کارش خوبه. چرا متوجه نیستی امشب بهترین شب زندگی ما؟ خانم من باغ اجاره کردم، ساعتی خدا تومن پول اجاره این باغه. میفهمم، به خدا یه اتفاقی افتاده باید برم. اصلا اجارهش به جهنم، این همه آرایش کفش پاشه بلند کوفتی. خانم من 500 تا مهمون دارم، اتاق عقد اجاره کردم. چی شد؟ گوشی بهش بده. بابا دارم میام دیگه. الو گفتم خالی نکن. آقا چی کار نداره؟ خانم تکلیفتون رو روشن کن. آقا بهتون گفتم چند لحظه صبر کنی، خواهرم میاد تکلیفتون رو روشن میکنه که آراتون هر چقدر شده تکلیف روشن از هر خراب شده بعد اون روز نشتون ما بحث زندگی مو داغو می‌کردیم. میگم یه لحظه صبر کن. من نمیذارم یه دونه از اسباب بریش. یه لحظه صبر کن. بذار پایین. ببین خواهر که سال از تکفر خدا از آتون بیاد نمیذارم یه دونهش بره. گفتم پایین. الو نیما زنت زنگ زد. چی گفت؟ فقط گفت هر جسی سریع خودتو برسون خونه. الباب چه کار داره؟ فقط همین. امین کو نذاشتم بیارم. تو من کرایه نمیخوام، من کرایه تو میدم دیگه. تو داری کار میکنی؟ آقا این وسایلو بذار پایین. ببین میتر خانم یه دونه این وسایل بیا داخل خونه با وسایل خود ریختن بیرون. مگه شهر هرته؟ خونمه، اجاره شده. بابا اینکه سمساری که نیست. من نمیذارم وسایل من. نمیذارم بیاری تو. نمیذارم بیاری داخل. به خدا بمیرم نمیذارم بیاری داخل. بابا اینکه خونه عکاس خونه که نیست، این مشتری میره اون مشتری میاد. از مشتری تو که بهتره. به کار نکن بذارت بگم وقتی نیستی که صفت کاری میکنی. لعنت بر پدر مادر من اگه دیگه این خونه رو اجاره بدم. ببین داری میاری بالا وسایل رو در دیوار زخمی نکنی. پاشت
چی گفتی؟ یعنی چی؟ گفتم موقتی اساس آورد. حالا واقعا موقتیه. سلام. سلام. ببخشی تو رو خدا. بزنی من میگیرم سرشو. سرمنده به خدا. یواش. بزنی من. نه 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 ولش کن ولش کن. بچه‌ها بچه‌ها. ایما چیزی ازش نپرسی ها چی بپرسن چه معلومه دیگه این دفعه دیگه بر نمیگرد بسنم چه موقعتی هم نیست رفته مسافرت یعنی تولد من نمیاد مگه تولدت کیه فردا دارم فردا چرا میرم دنبالش میارم حالا اونا چیه دوباره دعوا کردی خدا تولد چی دوست داری برات بگیرم لاک لاک قرمز باشه خیر نداره زنگ بزن کنسلش کن چه جوری آخه یکی دوتا نیستن که میخوایی من زنگ بزنم سارا رو چیکار کنیم گناه داره همه بچه های مهد رو دعوت کرده فکر نیست با اساسیه رو کردی؟ این کیه چه جواب نمیدی خب؟ همین الاسد آمدن دیگه بزن من جواب بده بزن من جواب بده چی میخوای بگی؟ بزن راحتت کنم دیگه بابا حق دارم بدبختا یه این وانه تر رد کن بره هلو بابا سلام بابا هلو ماما هلو هاو آر یو گشنمه اگه تو مهد بهت غذا ندادن؟ نه تو غذاش پیاز بود هیچی نخوردی؟ نه پس برو دستاتو بشو برات غذا گرم کنم مریا بقیه اساسات کن همش همینه یه سرش رو که فرهاد واسه کارش فروخت بقیهش هم که مامانش نذاشت بیارم دیگه چیزی نمونده؟ دیگه نمونده آقا نیما ببخشید تمام این مشکل ها خرابه تقصیر من کار خراب میشه درست کرد خرابکاری رو نمیشه درست کرد این مدل همون هم هستش اگر خواسته میتونی استفاده کنی هستش رو درد نکنه بابا چشمت رو ببند بفرما بس به این خوبه نه این بعد چشمت رو ببند بسته این خوبه؟ آره بابا بابا بیش بنویس دارا آره؟ آره تو 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 کرکت قشنگ بود؟ آره آره؟ الو چطوری فرام؟ ای بابا کشتی ما رو با این سنت اول حال منو بپرس بعد سنت بابا میخوام جلو بیشم سارا آره آره جور شد نه به جونو تو این دفعه جور شد سنه یکه بچه ها آرار ببین حالا اگه تو فردا آزاد شدی که شدی اگه نه من فردا خودم یه سمیه ملاقاته اینا رو کجا بذارم؟ رو تخت رو تخت؟ پس کجا میخوابی؟ برو بقیه اساسا رو بیا پس تولد سارا رو رد کنیم قد جا به جا شون میکنیم خانی ما الان میاد میگه این خواهرتون خورو بقیه از تو سال بیار میتونم بر نگردم دیگه بریدم دفعه قبلم اگه برگستم فقط به خاطر حرفای تو میتونم 6 ساله دارم توی یه اتاق با مادر شوهر و پدر شوهر و یه لشکر آدم زندگی میکنم
اونم یه فامیلی که از صبح تا شب بعد دستشون سفره پهن کنه. خسته شدم دیگه. آرزو به دلم موندی دو تا من دستم باشه میرم واسه این بچه یه چیزی بگیرم. چقدر واسه همین از خودت پول گرفتم؟ چقدر جواب بده برای فرهاده بده؟ میخوام تمومش کنم. همینجوری که نمیشه تمومش کنی، تو زمه چی شروع میشه به این راحتی نیست. هرچی بشه بهتر از این وضعیتیه که الان توشم. فقط تو نیمه دو سه روز من تحمل کنی. من این اسباب اساسیه رو میفروشم، میرم یه حالا پیدا بکنم میرم توش. حرفا چیه میزنی؟ باید یه فکر اساسی بکنم. امین بی برو صورت تو بشور. بله درست متوجه شدم. عروس خانم خودشون توضیح دادن، فقط نمیدونم مجلس تو تالار یا خونه است. درسته. بله ساعت هفت متوجه شدم. درست. بله اجازه بدین تون کابون. بله بله بسیار خوب. بله ترش من یه ساعت قبل اونجا هستم. قربان شما ترش خداحافظ. چی باز؟ کار من برنامه کار خارجه تهران قبول نکنه. چرا؟ خب یه رقم پرت و پلا گفتم قبول کردن. میترو ما با هم حرف زدیم قرار گذاشتیم. به چی؟ دستمزد سه تا کار رو میدم. بده سهین ازم بگو نمیتونم بیام. بگو نمیتونم بیام. پول تو رو پیشخور کردیم، کار امروز من کنسل شد، کار تو هم کنسل شد. میترو زنگ بزن بگو نمیتونم بیام. بابا یه ماه دیگه محرم سفره، کار من تعطیله، میمونیم ها. کار دیگه شهرستان تهران نداره. من نخوام شما بری شب جایی بمونی. کیو باید ببینم؟ نمیمونم، برمیگردم. نمیشه، جاده از زمستون هزار تا خطر داره. خب تو هم بریم. حرفایی میزنی ها، من امروز اومدم باید به صد نفر جواب بدم. یه روز همش میدونی چند وقته هیچ جا نرفتیم، میریم سرمون یه بادی هم میخوره دیگه. آه تو مجلس مردان. مجلس دو ساعت تموم میشه، بعدش میریم کلاردش خونه سید خانم. مریم هم حالا هوا شما میشه. میترا مریم قبول نمیکنه، بدون امین نمیاد. نمیتونی با فرهاد حرف بزنی؟ رامینو بهمون بده، فردا بری باش صحبت کنی. چرا حتما برم. میگم چی؟ زنه بلند شده اومده اینجا اسباب اساسیش هم آورده. حالا تو بذار بیاد شما حرفایی میزنی. اصلا ولش کن، من خودم میرم امینو میگم. هر چی میگم تو حرف خودتو میزنی. بس دیگه چقدر دیگه من خوبه. مامی تو چرا بیداری؟ خاله تو خواب حرفی زنه نمیذاره بخوابم. خب بیا پل خودم بخواب. مشکی چرا پوشیدی؟ مشکی دیگه بله. علنگوی قشنگی. علنگوی قشنگی. شما مادر چرا مشکی پوشیدی؟ سعیدو یادته؟ آخ اتفاق دیگه. آخ وای 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 خدا بیام ازش. چرا؟ داشتیم رو برج کار میگیم داشتیم شیشه میشست. بودی تو هم؟ نمیدونم افتاد خودش رو انداخت تنابش شد شد. در بچهشینو چی؟ زنش هر از گاهی میره سری میزنه. ایدادی بیداد خدا رو چه حالا گرفته شد؟ خدا رحمتش کنه. بینش کن خودی چطوری؟ زندان به ساخته حال اومده. میخوای اتاق هم اینجا با سما سفارش بیدونه اینجا. تو زنگ زدی من فکرم بیرونی؟ نه آخر وقت امروز بیم بیرونی وقتی داریش. نه؟ از بابت سندم خیلی متشکرم. خب این سند مالی یا بابایی که باش رو درواسی دارم. نه نمش ببین اینو یارو نمش
این یارو کریم از تایلند اومده با زن و زندگی و پول و مال ما بازی کرده. خدایا بیام ببینم میتونم بهش کنم که یه کاری یه تو پول و زندگی. یعنی بیرون بودی علی؟ گیرم سه روز دیگه هم باشه. آخه الان هم آمارشو دارم هم آدرس خونه شو دارم. همین دارم بهت میگم ببینم چیکار میتونم. آره میترو چیزی نفهم بابا و زن. آره دیگه تو چه فکر چیزی نگو دیگه. چه اینجا بودت اینجا پیش ما باش. اینقدر میترسی از زنه؟ والا این سه روزی که بیرونم میخوام مریم نفهم. باش یه خود لباس مباس برات آوردم دادم نگهبانی. نمت کرد چیکار میکنیم با این یارو؟ من چیکار کنم؟ برم کارمان علی باش تا این یارو به دردش بخشو. اعتماد قبول کنی که فرهاد اگه الان تو زندانه به خاطر کارواره آبدی اون ماهنامه رو ازم گوبه بزن گوشه. فرهاد پول بی زمانش رو برده داده دسته کلا بردار، اونم خورده یه آبم روش. حالا تقصیر مریمه. تقصیر مریمه دیگه، مریم مجبورش کرد این کنون کنو بکنه. فرهاد توی یه شرکت کار میکرد که اون مجبورش کرد. ایراد ازش گرفت، ایراد گرفت. اصلا من برای شو زرمتم اونا رو بلشون کن. شما به من اطمینان دارین؟ دارم خواهرم دارم. اصلا خود فرهاد چه تاجی به سر من زده که بخواد بچهش بزنه. خب اجازه امین با مادرشه. برو باش صحبت کن، حل و فصل کن، حرف همه بهتر میفهمی. من حرفی ندارم. خب باشه، فقط شما یه خبری بهش بگید. چش من همین الان میرم. روی چش. خداحافظ. خیلی خوش اومده. خودم خندیدم. یه جای خوب مسافرت. خودم خندیدم. یه جای خوب دیگه ماما. نظر رو میخوای سوار شی عزیزم. خود تو بالا. فکر نمی کردم مامانش انقدر سرتق باشه. امینو قایم کرده بود میگفت عمش رفته کار. چجوری رازیش کردی بس؟ هیچی، گفتم دو روز دیگه میام تحویلش میدم. این دختر تو ماشین بریم آبیار رو نیما ولش کن، برگشتیم بقیهش رو میزنیم. یادداشت رو به نمیرسیم. ما برگشته اینقدر خستیم دیگه حوصله این کارا رو نداریم. مریم بجون. اومدم های نیما. چی شد؟ جای پونز رو فرشه. بابا سارا ریخته رو زمین دیگه، میخوام بینم چسب بیارم. نمیخواد. پوشه این وسایلش هم کن بذار تو ماشین گیر شد. نیما آه. این لباس مشکی تو ذرا ریشت هم بزن. بابا همین علی. سلام آقا نیما. خانم سعید همیشه چند لحظه بیاین دم در. تشریف بیاریم بالا. خیلی ممنون، پایین وایستادم. الان میام خدمت. کیه؟ زن سعیده. تو این هفته یه دفعه دیگه هم اومده بود، من یادم رفت بگم. چیکار داره با؟ بابا راجعه شوهرشه دیگه، من برم الان میام. سارا یه یه بارو پایین به بابات کمک کن. اوکی. موازه به پلی آباش بابا. سلام خاله جون. بریم زود لباسات رو ترید کنم، دیره ما شده. خیلی ممنون، همینجا راحت هم. من فقط شما یه سوال بپرسیم. خواهش بکنم بفرم. سعید قبل از این اتفاق براش بیفته چیزی به شما نگفت؟ چیزی یادم نمیاد. مثلا چی؟ دو روز قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته خونه نیومد. ما در جریان نبوده. من فقط میخوام بدونم از بالای برج افتاده یا خودش رو انداخته. راستش من همزمان با اون رو دیواره بودم، نفهمیدم چی شد. این ندیدم، حتی من قبل از اون اومدم. از که داریم این سفر من مزاحمتون نمیشم. نه خواهش میکنم تشریف بیاری بالا. خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید. خواهش. ببخشید. یه سارا. خداحافظ. خداحافظ.
مامانی ماجام آوردی من آوری دریا. اونجا الان هوا سرده، نمیتونی بری تو آب. کی برمیگردی؟ فردا. نگران نباش، برمیگردیم میریم باش صحبت میکنیم. فکر کنم نیما یه چیزایی فهمیده ها، امروز یه چیزایی راجع به خرابکاری و خرابی اینا به هم. نگران طلاقت بگم، با جنابت هم که 100% دوست داره رفیقشه دیگه. یکم اون وقت مردای چیزایی میگن، خیلی جدی نگیر. حالا فرهاد بفهمه فکر بد راجع به هم نکنه. چه فکری میخواد بکنی؟ تو چقدر نگرانی؟ حقته، حق بچته. مگه داری کار خفتی میکنی؟ به جمعین دیر شد مریم، تا نیما صداش نرنه بده برو پای من، روز کار دارم. ماما یاده من یه جا باید شروع کنم دیگه، اگه با تو نیستم. سارا، بابا اینا بگی دستم بکنم. ای قربون دسته، برو به مامان خاله بگو میان دیر شد. بودو چش. حالا بابا میگه دیشه اومدیم خواهی سرده. ماما بیا بیا بابا. نه مامانی سرده. نه قربونت برم، سردت میشه. قربونت برم، بیا بریم. بس میری خیابونه جیهون؟ آره داشت کجا جیهون؟ سلام فرهاد، حالت خوبه؟ خوبی؟ خوش گذشت بهت؟ الحمدلله. شما خوبی؟ قربان شما. کاری تو؟ آره دیگه، کلید خونه نیما گشته بودم، گفتم برم بالا. برو بالا، برو بالا استراحت کن. برو بالا. بفرمایید. خوش اومدی آقا فرهاد. برو بالا استراحت کن. آقا فر کاری داشتی به من بگو. چیزی لازم بود تو رو خدا. قربان شما. از یک به پیاز، از پیاز به پنج،
هفنگ به باقالی. از باقالی به سه. از سه به باقالی. از باقالی به یک. از یک به دو. سوخت دیگه اون دو بخشی نیم ساعت تبدیل به باقالی شده. خواهش بذاریم دوباره به دو جان باقالی همون شکی که گوشیده. نه شرک نمیشه. نه شرک. خره شرک خوبه. خره شرک هم نمیشه. شرک نمیشم. شرک نمیشه. های بابا چه گیری دادی به شرک ها. از شلمان. از باقالی. شلمان. این بچه تو بابان افنگ خان سوخت. آره من دارم رانندگی میکنم. بس بذاری برای پنجه این سوری توت فرنگی. نه توت فرنگی. توت فرنگی خیلی بهش میاد. اسمشو بتا تونه سگا رو ببین که نجاته. مواظب باش مواظب باش. یه دقیقه نگهدار 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 رب کن. نیاریشون. میارمشون. با بزا سنگا آقا. یه چیزی از تو ماشین بیار بذاریم. وکیل گفته حضانت امینو برام میگیره. وکیل غلط کرد. راست میگه دیگه. وقتی به قاضی ثابت بشه فرهاد زندان و لیاقت سرپرستی از امینو نداره حضانتو من میگیرم. گیرم ثابت کردی امینم گرفته. با کدوم پول میخوای بزرگش کنی؟ مهری و نفقمو میگیرم. با 5 تا سکه میشه بچه بزرگ کرد. زیر کدوم سخت؟ اگه الان دارم حداقل زیر یه سخفی هستین که. مریم فرهاد دزد نبوده رفته زندان. به خاطر زندگیش بوده. تو بیشتر از خودش با خانوادهش مشکل داری. مستقلشین همه چی درست میشه. آخه چجوری مستقلشه؟ بالاخره همینجوری که نمیمونه یه کاریش میکنی. فرهاد طولشو پس میگیره. تو با من میمیریم سر کار جور میشه دیگه. اما کجا بیدشون گردیم؟ من نرسیده به اینجا. خوب شد آورده نبینه داشتن میمونه کشنگی. مادرشون در این جاده ماشین زده کشته. آخ اینهاشون هم شیر داشت. پس اونجا چی کار میکردن؟ خودشون که نرفتن. یه دو مسافر اومد گفت بده به من. مثل اینکه زنش راضی نبود. اونجا انداختنش پایین. ایوانی ها بیا یه تو بریم سوار گردنم. بیا بودو علیم. فقط چایی؟ بله مرسی. خواهر رضا رو دیدم. کی؟ همین چند وقت پیش. تو بود؟ مثل همیشه بعد نه. از رضا خبر نداشت؟ مگه نمیدونی؟ چیو؟ زنگ گرفته. کیو؟ آشناس؟ نه بابا یه خارجیه. تو همون دو به یکی رو گرفته. بخوری؟ نه. مادر شهرته بیا جوابشون رو بده بگو شمالی. بابا چی بگم شمالی؟ منم بگم کنین ما داستان سرم پیاده میکنن دوباره. گناه دارم بابا. امو پیاده بنذارید میخوام یه بار دیگه سوار شم. سوار شدی؟ یه بار دیگه میخوام سوار شم. یه فنگه الان لباسمو گلی کردی. ببین امینو نگاه کن چه بچه خوبی. امینو نگاه. بابا داره خفه میشه. من لباست رو گلی کردی. دست شما درد نکنه. الان میگیرم خاله. بفرما بفرما. بیا همین تو بخور. کتلت مگه نداشتی؟ بیا بفرما. بابا املت الان املت چرا گرفتی؟ بابا غذا رو یادم رفته بیارم. بیا بابا املت بیا نریز رو لباست و شلوارت هم گلی کردی دیگه وسط شلوار نیاوردم.
الو فرمودم گوشی رو بده مادرم. بده از این 3 دقیقه یا سلام قطع میشم. سلام مامان. سلام. خوبم. یه جایی هستم دیگه. حالا مریم کجاست؟ چرا من هر وقت زنگ میزنم نیستش؟ خب الان همین الان کجاست؟ مامان برای چی مریم اسباب اساسیاشو کولش گرفته رفته از اونجا بیرون ها؟ خبر دارم ای بابا مادر من، من یه چیزایی خبر دارم که این توش هیچه. سلام زهر خانم. فرهادم. ایوا سلام آقا فرهاد. آزاد شدی؟ آزاد که صدقه سری آقا کریمتون منوز حبسم. خدا مرگش بده ایشالله. خاک بر سرش کنن. خاک بر سر من کنم با این زندگیم که هر روز دور از جون شما یه طلبکار و مفنگی میاد در این خونه رو میزنه و خجالتش میمونه برا من. خیلی. الان خونه هست؟ نه به جان بچه‌م خونه نیست. زهر خانم من با غیر سند فقط 3 روز بیرونم. کارم گیره. مریم چطوره؟ امین خوبه؟ بیا توی چای دم کنم. زهر خانم کریم کجاست؟ نمیدونم کجا رفته. مرگ بچت کجاست؟ تو رو خدا از من نشینده بگیر. اگه نمیترسیدم تا حالا 100 دفعه داده بودمش دست پلیس. رفته استادیوم. استادیوم. جواد دستان دستان آرسان پرسپولیس چی جوری اومدی؟ چی؟ سند گذاشت واسه سمت من دکتر سند بزن سر این موضوع که تو به من گفتی. تو چی میگی؟ برو سر اصل مطلب چی این قضیه؟ ببین زیادی سخت نگی. بابا زن جماعت خودت میدونی که دنبال چی هستی؟ تو رو خدا من دارم دیوونه میشم. کی کجا چیه داستان؟ به امام حسین اونجوری هم نیست. باید بشینیم صحبت کنیم. بابا من کاسبی مین بود. من این بودم. کریم این بود. اینجوری هم نیکی تو خیال میکنی؟ چی کردی این کارو؟ خب تو کردی، من الان شدم چوب دو سرسو. وضع مالیم که این شد که پول دادم دادی دست اون عبدالله عوضی. اینم از این حرفای آشغالی ناموسی که اصلا من نمیفهمم. بیا بشین، بیا بشین. صبر کن. کجا داری میری؟ پیش کی داری میری؟ اصلا فرض کن ثابت کردی. که چی بشه؟ چی میگه ولش کن، به من گوش کن. حق مردم برفه. به پایین بریز آب یعنی نرسیده آب میشه. فرهاد اون پرچم رو ببین، قرمزه. این یکی آبی نیست دیگه. سفید خوشگلایی توش رو هیچکی نمیبینه. حالا چه گویی بخور؟ یه دقیقه باشتا الان بهت حالی بدم. خالص دور یه دقیقه باشتا. اینی کی بهت گفته؟ بابا یه زن دیگه هم با بچت بوده. ول کن دیگه. فقط مراقب باشه خوش نشده به لباست نزنی خراب شه قربونت برم. باشه. آفرین چه خوشگل شد دستش. مامان واسه من میزنی؟ مامان تو دختری یا پسری؟ من پسری. نه مامان جون پسری مسخرت میکنم. فقط یه دونه شاها. باش بیار 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 پایین بینم.
این هم لک واسه پسره. هم خوشگل شده؟ آره خوشگلم. خواهیم بریم سرچشمه همینو مستقیم رو به دورایی برسیم دورایی سبت راست برو درسته درسته فزنی آسیم بابا آره
بیا همین بر بابا پیغام بذار. بابا سلام، خوبی؟ چطوری؟ خدا که برم بکنم. الو بابا. بابایی تویی؟ سلام جون. سلام. الو بابا داری گریه میکنی؟ نه بابا من دارم میخندم. کجایی؟ نه اینجا، تو کجایی؟ من عروسی هم. اه دام جایی نه خونه هم لک زدم. چی؟ لک داری؟ دختر من آه هلی دیوسو کجا بودی؟ الو برا نه بگو چیه؟ خب ببین فراد باید یکم با هم حرف بزنیم. ما خب من زنگ میزنم. الو الو بازی شده سه برای Maria. Come on!
برمیگردم. چرف کردیم آقا ساکت همین ساکت یه ساکت دار بدش من بزر بیرده بزر بیرد جا بزر ساکت ساکت بار ساکت باش رسیدیم ازامی داشتیم فرستادیمش تهران. آقا ببخشید یه دختر بچه سارا بیاتی. سارا بیاتی؟ بله بله. ازام شد تهران. کی؟ یه روبی میشه. حالش چطور بود؟ نگران نباشی. پس چرا فرستادیمش تهران؟ خانم دکترها تشخیص دادن. این ماشینی، تاکسی، چیزی. جلو در بیمارستان وایسادن. کدوم بیمارستان؟ سوانه سوختگی. بشمارش. چی کار میکنی؟ چی شد؟ خون دستمو نگیر. چی شد؟ سارا؟ سارا؟ خانم اینجا من نمیتونم کار کنم عزیزم. عزیزم بذار خودم انجام بدم. چی شد؟ عزیزم چیزی نیست چی لحظه به من اجازه بده. سارا؟ 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 پشو مامان پشو پشو خانم تو خدا از شما بیرون خانم تو بچه خوب نیست خواهش میکنم بفهم خانم تو بچه یه خورده تونتر برو الو الو فرهاد فرهاد الو الو گوش به الان واقعا عرفانی فرهاد اومدی زندان ملاقات من برای من لباس آوردی بعدا نمیگی که این از من تقاضای طلاق کرده فرهاد نیما چرا نمیدونی ما با هم کرده من تو رو بس نیما من تو اصلا قسمت دادم گفتم گوش کن گوش کن میخوام شلوغش نکن فرهاد آدرس جایی که رفتین شما رو به من همین الان بده ببین هر جا هستی خودتو برسون بیمارستان سوانه و سوختگی ها بیمارستان سوانه و سوختگی ما چپ کردیم الو بگو بگو ببین ما چپ کردیم ماشین آتیش گرفته الان دارا میزا رو آوردن اونجا الو فرهاد فرهاد از کجا زنگ میزد؟ بیرونم از سند گذاشتم چرا تو الان نگفتی؟ رفتی به تو
کی شما اینجا گذاشته پس برای چی بود خدا برای چی بود من مال داد از همه کس میتونم چیکار کنم چیکار دارم میکنم من صدام پایین آقای محترم الان من چیکار کنم باباش به من چیکار میگه مادرش بیاد چی میگه آقای محترم شما صدا تو میاد صدا شما چیکار یاد شما چیکار میکنی من 3000 بار به شما گفتم من شوهر خاله شم من شوهر خاله تو بابا آقای عزیز اینجا بیمارستان داد نزن آقا یه دفعه من گوش کن شما نسبت به این بابا بدون تو کله من جنون دادی برای شما آقای عزیز شما نسبت به با این بچه با طبیعت رو پیدا کن اورژانس حالا بالا آخه بابا یک ساعتی داری بچه‌اش مرده من چی الان چه خاطرش رو باش ماما اجازه بده من یاد بودم چی شما به من چی کاری ما شما را شروع بدی من همین شما باش باش چی شد چیزی نشده باست آسان پدر نه دعوام شد با آقا سارا سر چه شد سارا نبیه ما سارا نبیه خدا هستم ببیه خدا هستش سارا هست خدا هست بابت هست توضیح میدم سارا توضیح میدم به دلان باست 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 Ah.
میترا جان، میترا خانوم، میترا جان در رو بکن، میترا، میترا میخوام بچه رو ببینم، در رو بکن، میترا بچه گناه داره، معصیت داره، در رو بکن، بذار بچه رو ببرم، میترا، میترا بچه منم هست، یه لحظه در رو بکن، بذار ببینمه، میترا میترا نمیخوام ببرم یه لحظه در رو واکن تو در رو واکن میترا نمیبرم ایش تو در رو واکن نمیبرم ایش میترا آقا بعد کن برد منم میخوایی مثل خود واکن بیام اون طرف اینجا بیمارستانه چی شده؟ چی زنی زنی صد دارید منو بگیره برد برد نکنید به شما رب آقا شوهرمه شما اگه میتونستین جلو جنازه رو میگرفتین که نبرم بیرون حالا زنی زنی شوهر منو ببرن خودتون رو باید ببرن باید بس در این بیمارستانو حالا پس با اساسیت تو چند تا تیر تخته رو جمع کردی بودی کار به اون ندارم بعد سر میقابله بعد بردی خونه خواهره امینو برمیداری میبری نه اونجا من زنی میزنی با تو هم با تو بودم با تو بودم برخون تو رو خدا فرهاد دادخواست طلاق دادم برگه چند دیگه میرسه دستت امضا میکنه خلاص بابا که بعد سر خوبه این حرفایی هم که شنیدم خوندن و راجبه خودم بزنه این بعدم نیست با این کارای تو هر چی شنیدم من بگو حرف میزنی بگو چی؟ من یه دست بستم چرا من چیکار کردم؟ چون سرمونم دارم نه داد ازم دارم حرف میزنم مامانم بد حرف میزنم دارم ده حرف میزنم به خدا دارم حرف میزنم با تو بودم چشم چشم بیا اینجا یه دقیقه یه حرفایی میشنوم خب که حتما مطرح میکنم اتفاقا تو سرم میتران ایمان باشن فهمیدی؟ چی شده؟ هرچی بریم الان خونه ببینم چی شده اینا عزادارن تو رو خود چی شده؟ چی خب بریم بخواب الان که نکه بیا هستم بیا بریم هستم بادو بیا خیلی خوب جاسم این بچه باجان آقا منه خیلی خوب بچه باجان آقا من بیان منو میارش با این مادرش داغ داره این کار کرده جاسم با چشم چشم اتفاقی افتاده جاسم با تشبیه ریز من تو بیمارستان دعوا نکردم من به پرستار گفتم شما مسئولی و الا این اتفاق افتاد جان اصلا این داره بچه‌ش خداحافظی میکنه خداحافظی ما از قانون داریم حرف میزنیم خیلی خوب باشه آقا شدیق بتونم آقا شدیق جان سرما چرا نگاه کن باشه اگه شما تونستی برون بچه از بغل مادرش جدا بگو آقا بشه تمومه چه گرفت اون طور کردی؟ ببیشم اما بیا چرا؟ چون چه شدی؟ سارا بود سارا نمیخوایی سارا بودش نه سارا مرده اصلا اینو بلند دیگه اصلا نگو خاله میز تو غصه میخوره باشه؟ آب نخواهی شرکم سوختش چی؟ شرکم سوختش خوبیه که دیگه برات میخرم شرک بشکم نگم نگی بهتره درد بکن که این وری بابا یه از مسافرت من دیگه پری روز اومدم
من بگم به مامانم نگفتم با ترس دادم. نمیدونم، مگه نگفتی؟ نه نگفتم. چرا نگفتی؟ چون امنی ما بهم گفت. چرا؟ نمیدونم. شما میدونستیم اینجاست شبم مونده، چرا اصلا به من میترا هم میدونست؟ رئیس کارخونه است مگه این که اونم بذاریش ها؟ پاشو امین با تو هم میگم رئیس کارخونه است امین میگم پاشو برو 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 بیا مامان رئیس کی بابا شو بخونم تو مد بخواه بچه رو چی کنم؟ بابایی بابایی در باز کن بابایی چی کنم داری؟ چرا من کنف میکنم؟ یعنی چی میکنم؟ چی میکنم؟ چی میکنم؟ اگر کنی اگر ما یه تو خیلی خوبی تو بهتری ساکتر میگه تو کی شوی؟ من میترا خانمو ندیدم. شما اگه دیدینش از طرف من بهش تصدیق بگین. خودم که حال روحی خوبی ندارم. من متوجه شدم آقا نیما بهم گفت میاد. تصدیق میگم غم آخرتون باشه. با اجازهتون. قربان شما. خدا ساعت. خوب باشه. باشه. قربان فوزل در دیوان شما دستم در نکنه. وای بد کردم. دست ترجمه کنم. غم آخرتون باشه. شده که شادیتون باشه. تسلیت. نه غم آخرت. نه غم آخرت. غم نبینی شاد. فرار.
من این دقیقه بگذرم رو مریم بیارم بیمارستان بسید دستش شکسته شو آبیف بریم نمیخواد آبیف بریم و برمی این خوچکم پول دارم بود دارم پول بکش شو اسباب اساس ما خونه نیما میترو چیکار میکنه؟ ها؟ میدونستم بسا بهونه کردی حالا که طبقه که ندیدی من یه همچی فاجعه اتفاقی آدم مراعات میکنه خوب حالا خب حرف دارم میزنم تمام حرف میزنم با همه چی کار میکنم بگیر آدم الان وقتش نیست چرا شیش ساله همیشه الان وقتش نیست بعد تو اصلا نمیگه همشه دخصیر منه چی بیا حرف میزنی که من یادی دفته از وجدان به من نده یادت همون اول گفتم آه نمیشه بیا تمومش کنیم گذاشتی؟ من که میدونستم به اینجا میرسه حال تو تو گفتی نه گذاشتی یادته؟ یادت نیست؟ دروغ بود؟ ها؟ یه نفر من که الان نمیتونم توی این وضعیت بگم تو جایی کنم اصلا این حرفی رو از کجا دارم؟ میبینی اگر به همه دروغ گفتیم خودمونم باورم نشده چه دروغی؟ تنها کاری که نکردیم زندگی کردم شلوغش نکن من تو این مدت کوتاه زندان بودم دلیل از که برای بس کن تو خودت هم میدونی مشکل ما زندان رفتن تو نبودم پس چیه؟ هر سال تو برگه داد خواستم و نوشتم بخاطر اینکه تو زندان بودی میخوام طلاق بگیرم خیلی فرهاد به جان امن نگو دیگه فرهاد میگردم انصاف داشته باشه خوده میدونی همش تقصیر من نبوده یه ذره از این مسئله تو ببزی گردنت من نمیتونم این کارو بکنم هرچی میخوای بگی برو بگو نخواه ازم طلاقت بدم بر نمیگردم گره نکن گریه ببریم الو الو تسلیت میگم ایشالا قم نبینه شما خود صاحب ازایی الو نمیتونه حرف بزن حالش خوب نیست نه از سر خاک که اومدیم رفته تو اتاق خودشو حبس کرده تو مجلس بچه هم نیومد خاک کردیم دیگه چیکار باید میکردی؟ من خودم چند بار به شما تلفن زدم نتونستم پیدات کنم خب بچه رو که نمیشد نگه داری که یه لحظه گوشی الو نه صدا میاد من هم خودم به شما زنگ زدم هم فرهاد به شما زنگ زد الو شما رسیدی تهران؟ من زنگ میزنم بهتری بشین هیچی برات بیارم بخوری
برای مریم ورده دکتر دستشو گچ بگیره. بگیرم چه دیر کردم فقط. چیه؟ ها؟ چه لباس پوشیدی؟ کجا میخوای بری؟ یه لحظه بایستا، یه لحظه بایستا. میترو از چی فرار میکنی توی این وضعیه؟ یه جور رفتار میکنی که همه چی تقصیر منه؟ اتفاق دیگه اینو بده من، اینو بده. میترو کجا میخوای بری نصف شبی؟ میخوای ببرم از سر خاک؟ نگو خاک. خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش، صبر داشته باش، زمان بده بزن همه چی درست میشه. تو میتونستی نجاتش بدی؟ چرت و پرت میگی؟ واسه ببینم ها؟ چه چرت و پرت میگی؟ من هر کاری میتونستم کردم، خودت که اونجا بودی. من کجا میدونستم ماشین آتیش میگیره؟ بابا تو خودت گفتی بریم شمال. خیلی خوب، تقصیر منه. من گفتم بریم شمال، تقصیر منه. آروم باش، آروم باش، بیا بریم بالا بشینیم حرف بزنیم، همه چی حل میشه. تقصیر منه که زارا رو آوردم توی خونه، تقصیر منه. خیلی خوب، خیلی خوب. فکر میکنی چون سارا بچه من نیست من نمیفهمم؟ به قرآن آل و روز من برتر است. نیما چیکار؟ صداش تو سرم، همه جا میبینمش. من برتر استم، صد بار از تو اشتباهی صداش کردم. چیکار کنم؟ میترا خوشو بریم بالا، رضا زنگ زد تو راه یو پیداش میشه. چی میگه؟ امو چه گوهی ها؟ من چه میدونم؟ امو چه گوهی ها؟ با چه مرکت فرهاد؟ امو چه انه؟ این چی داره؟ بشته میشه جلوی این همه آدمی خارو میکنی؟ یه عروسه که من امو چه گوهی خوردی که؟ خافه شو بگیم چیه دهنه در میاد. آره تو خجالت هم؟ نه تو خجالت ده که دری بری هرچی داره میخواد بادم شو. خلا برای چی چیه بابا؟ زنی که مردار نمیزنم ماما. آره مرد بزنم بزنم دیدی من که کرده. خب چکا پوله اینو میخوایی؟ 10 تومن. بیش بیا بابا، یه دونه دیگه میخوام. برو دیگه بیا.
خب ببین چیه چی داستان؟ این حرفایی که من شنیدم و پس اینا این اما کیه؟ ببین هر کی هر مزخرفی بهت گفته دریوریه. من فقط دنبال حقم بودم. حقت؟ بله حقم. هم پولای بیزبونی که داری دست اون آشغال. پول بیام چه خب حق منم هست که. خب به هر حال مال منم بوده. مگه می‌خواستم به امید تو بشینم حالا حالا زندگیم همین بود. گفتم اگه نصف اون پولم بگیرم زندگی اون از این رو به اون. من اصلا نمیتونم پول بگیرم از اون هارون زاده. تو میخوای از اون بری پول بگیری؟ بابایی 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 مادر خودش زن بگیش. مگه به تو میگفتم تو جواب چی بود؟ یکی دیگه بگیر. گوش کن یه بار فقط میگم دوباره خیر من نگیر بگیر چی داره میگه. همین یه بار میگم بشنو. بگو. همین. چی همین؟ من گفتم اون پولو میگیرم. رفتم سه بار منو کشوند اونجا. یه بار توی فرستاد رفتم. ببین جیک بزنی به قرآن این وسط خودم میزنم. پس به حرفم تموم شد. هر چی دلت خواست بگو. پنج دقیقه حرف نزن. میتونی؟ یه بار گفت توی فرستاد رفتم. یه بار دیگه گفت بیا بریم فلانجا. رفتن نشد. گفت پول رو میرزن به حسابت نیومد تو حساب. آخر من این کشیده کنار. زل زده تو چشای من. به هم میگه اینجور که نمیشه. بعد تنها بیا. له شدم خورد شدم اینا رفیقات بودن که نونا نمک تو خورده بودن من فهمیدم این پول بده نیست دیگه جواب تلفنشو ندادم میترا هم بهشون گفت نمیخواد پولو نمیخوان بردارم بخورم بله میترا خواهر بنده همه پولا رو آورد سهیل این سبارش هم با هم اومد شاهد امینم با هم بود اگه سرش خراب نمیشی برو ازش بپرس میترا و نیما همه پولا رو داد این همه پولا مغازه دار ما رو دو در میکنه تو ما رو دو در میکنی میسرا ما رو دو در میکنه ببین نزار به قرآن الان ببین چی کار میکنم امشب بیا اینجا نمیتونم بلش کن بلش کن صافه آره کجه کیکو چرا آوردی؟ چرا کنم؟ وقتی همه اومدن باید بیاریم تو واقعا زنگ زدی بچه های مردم بیان اینجا؟ بذارش توی یخچال ببخشید ایب نداره دست نزن دست نزن الان میرم جارو میارم بچه هان بچه هان من میارم جمعش کنیم بچه هان بله مریم نیست مریم هم هست میترا ها کیه فراده خب واکن باز کنم میترا برای چی بیاد پایین با اون حالش بگم بیاد پایین بگه چی خودت میبینی بالا هر سوالی داری ازش میکنی بالا رو بچه بیاد پایین فرا چرا اینجوری میکنی دنبال چی میگردی هرچه دهنه در اومده بهم گفتی ببینم جرات داری به میترا مو حرفا رو بزنی همین دیگه واسه همین میگم نه ببین میدونی چیه تو زورت به من میرسه 6 سال هر کاری کردین کوچیکو بزرگ تو وایسا هر کاری کردین هیچی نگفتم پذیراتون رو کردم لباساتون رو دوختم هر کاری کردم رفتی زندان این بچه رو تک و تنها کشیدم تا اینجا بعد الان اومدی با یه حرف با یه دریوری هرچی دلت میخواد به من میگی چی میخوای از جون من اینو بگو که منم راحت بگو همونو بگم فقط بگو فقط بگو بگم بیاد میترا چی بگم بیاد بگی چی برو بالا هر سالی داری از دارش با لعنتی چرا آخه با من اینجوری میکنی برو بگو میترا بهت پایی اینو بگیر اینو بگیر بیا بینم بودو بیا بودو خسته من دارم من بیا بودو
هیکله. چرا گریه میکنه؟ فرهاد کو؟ پایین نیما؟ خاله چی عزیزم؟ بیا بریم صورت تو بشورم. بیا تو، تولد ساراست. سلام. سلام. شیشه خورده رو زمین، موزه باش. تو خیلی عبدالله خواهی میگرست بگیم فراد به والله چیزی نیست جواب نمیدی فراد نیترالش خوب نیست برای بچه جشن گیره میای بالا تولد سارا سر کجا میخوایم؟ نبو جایی تو خیلی برام بهتره قطرم بخوا پرنا با هم بزرگ شدیم اما با هم زندگی کردیم کدوم گوری میخوای بری؟ پرهاد اینجا نبودی الان هم نیایی سارا تولدش تولدش نیست تولدش نیست تو به خاک سارات قسم بس من دیگه برم من دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینم من نمیخوام این چه خاک کنم فرهاد میدونم تولدش تولد ساراست من نمیخوام نه تو هیچی رو خاک کنی نه من چرا به من نگفتی چرا این کار کرده چرا رفتی چرا به چرا به من نگفتی یعنی من حتی به عنوان یه آدم نالایق نه به عنوان بابای بچهش به خاطر چه کردی؟ من چه میدونستم تو از زندان اومده بیرون دیوونه به خاطر تو رفتیم به خاطر بچت رفتیم به خاطر اینکه حق تو بگیری چی کار میتونستیم بکنیم برای چی میخواد از من طلاق بگیری؟ برای چی میگه احضاریه برای میاد؟ دیگه دیوونه شده میخواد طلاق بگیره گو خورده میخواد طلاق بگیره نمیخواد طلاق بگیره دوست داره همه اینا برای زندگیته چی فکر میکنی؟ فکر میکنی زنه چی کار کرد؟ وای فرهاد خدا من باش رفتم من با من با مریم رفتم به خاطر این بوده که این زندگی جمع شه خب من نمیخوام هیچ رو خواه کنی خب بل کنی نارو این تولد سارا رو بگیری نیما ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ یه رو به یازده هفت دقیقه مونده مریم کیکو بیارم چی بکنم؟ نمیدونم اینا رو بزنم
مریم شمو میاری تو آشپزخونه. تبیز میدست تبیز. امین کجاست مریم؟ بله نماز نماز میکنم. یه خونه از دیگه بیا. امین خاله لباس عوض کردی؟ Thank you.